سلام دوستای خوبم، امیدوارم حالتون عالی باشه. من نیکو دانشمندم. تو این ویدیو میخوایم آموزش این چشم رو داشته باشیم. درسته که من یه بخشش رو انجام دادم، ولی اصلا نگران نباشین، چون این تیکه رو کامل با هم اجرا میکنیم و بقیه چشم کاملا با همین الگو پیش میره. و الان در ادامه کار هم بهتون توضیح میدم که چرا این اتفاق میفته. طراحی این چشم خیلی ساده است و مطمئنم که خودتون به راحتی میتونین انجامش بدین. یه دایره میکشین، یه دایره این وسط و خیلی ساده. اینجا هم حجمش دادم، واقعا توضیح آنچنانی نداره. حالا میریم سراغ این بخش با هم انجامش میدیم. قبل از اینکه بریم سراغ این بخش، یه نکته خیلی مهم میخوام بهتون بگم. بچه‌ها توی نقاشی، به خصوص وقتایی که میخواین یه نقاشی پیچیده بکشین، حتما حواستون باشه، حتما این نکته رو اجرا کنید. بیاین برای خودتون اون طرحی رو که میخواین اجرا کنید رو تا جایی که میتونید برای خودتون ساده کنید. اصلا ممکنه که این فرآیند ساده سازی خب در ادامه کار اتفاق بیفته. یعنی شما مثلا یه کمیه برای خودت سادهش میکنی، بعد شروع میکنی به نقاشی کشیدن، بعد دوباره یه ایده میاد که آها میتونم اینجوری هم ساده تر بکشمش. هی مدام به این فکر کنید که چطوری ساده تر، چطوری میشه ساده تر کشید. خب به این که هی فکر کنید، هی یواش یواش ایده هاش براتون میاد. اگر برای خودتون قبل از این که شروع کنید کار رو، یا حالا حین کار، سعی کنید که نقاشی کردن رو به یه شکلی ساده کنید، یعنی از ایده های استفاده کنید که پروسه رو براتون ساده تر کنه، خب معلومه هم لذت میبرین، هم بیشتر لذت میبرین، هم این که راحت تر میتونید کار رو دقیق در بیارید. خب یعنی به جای اینکه مثلا من بیام توی این نقاشی بیام دونه دونه بیام همه مویرک ها رو دقیق این مثلا چشم اصلی در بیارم، به جاش میام سعی میکنم یه الگوی از توش در بیارم، از توش یه الگوی کشف کنم که با استفاده از اون الگو بتونم خیلی سریعتر اون در واقع به قول معروف یه تکنیکی از توش در بیارم که خیلی سریعتر بشه کارم و لذت بیشتری ببرم. و همچنین وقتی که شما زیادی در واقع اجازه، یعنی به خودتون اجازه ندید، به خودتون فرصت ندید که ایده‌های بیاد به ذهنتون که ساده تر کنه مسیر رو، اگر این کارو نکنید، اتفاقی که میفته اینه که وقتی نقاشی تمام بشه، حتی اگرم برین تو دلش که اصلا که معمولا هم نمیرن، یعنی آدما وقتی یک کاری براشون خیلی پیچیده باشه اصلا سمتش نمیرن، ولی اگر یه درصد رفتین سمتش، اینقدر براتون پیچیده و سخت میشه که وقتی کارتون تمام میشه واقعا احساس میکنید یه کار خیلی حجیمی انجام دادین، یه کار بسیار فشار آور و اصلا تبدیل میشه به یه خاطره یه جورایی بد. خب پس سعی کنید که ساده کنید. حالا من توی این ویدیو میخوام بهتون یه سری ایده هایی بدم برای اینکه بتونید الگوی این چشم رو، این عنبیه رو کش کنید و خیلی فرایند رو برای خودتون ساده تر کنید. همینطور که توی این چشم میبینید، توی این عنبیه میبینید، یه توضیح بدم. ببینید این قسمت مشکی، خب مردمه که این قسمت دوره مشکی بهش میگن عنبیه. توی این عنبیه چون ما یه دایره داریم، یعنی عنبیه‌مون دایره شکله، همونطور که میبینید قرینگی توش اتفاق افتاده. یعنی مثلا این نصفه تقریبا، یعنی میتونیم بگیم 70-80% شبیه این قسمته. خب اون ریزه‌کاری‌ها با هم تفاوت دارن اما کلیتشون یکیه. پس این قسمت با این قسمت یکیه، این 1/4 با این 1/4 یکیه. یا حتی اگر بیایم کوچیک‌ترش کنیم، این 1/10 مثلا با این 1/10 که اینجا هست دقیقا مثل پیتزا. خب فرض کنید که مثل پیتزا اینجا رو تیکه تیکه کردین و هر تیکش الگوی مشابهی داره. خب حالا از چیزهایی که بزرگتر هستن بیشتر به چشم میاد شروع میکنیم. مثل این خطی که، این چینی که اینجا افتاده، این اولین چیزیه که شاید این اولین چیزی باشه که به چشمتون بخوره. اول میایید این رو میکشید. خب خیلی هم نگران فاصله ها نباشید. خب وقتی که زیاد تمرین کنید فاصله ها آروم آروم دقیق تر میشن. پس اول از یعنی قبل از اینکه، یعنی بیشتر از اینکه وسواس خرج بدین سر اون دقت و ظریف کاری ها، بیشتر تمرین انجام بدید. چون هر چقدر تمرین انجام بدین، خود به خود چشمتون اندازه ها و ریزه کاری ها رو بهتر میتونه تشخیص بده. خب حالا من گفتم یه چین اینجا داره و این چین رو اضافه کردم. بعد یه خطی هم، یعنی این چینه یه قطری داره دیگه، میبینید که سفیده، یه نواریه. من این نوار رو میام مشخص میکنم، یعنی
علاوه بر اینکه یه خط اینجا کشیدم، یه خط هم موازی اینها میکشم که یه حالت نوار سفید بشه. حالا من میخوام یه این اسلایس رو بکشم. اگر شما سختتونه پرینتش کنید، یعنی این عکس رو پرینت بگیرید و مشخص کنید این مثلث رو، یا با استفاده از یه سری از نرم افزارهایی که توی گوشیتون هست این تیکر رو کات کنید تا قابل تشخیص باشه که دارین کدوم قسمت رو الان الگوش رو در میارید. پس در مرحله اول ما میایم کلیات رو میکشیم، بعد میایم تیکه تیکه میکنیم برای اینکه راحت‌تر بتونیم تشخیص بدیم که توی یه تیکه چه اتفاقی افتاده، الگوشو کشف کنیم و از همون الگو استفاده کنیم برای قسمت‌های دیگه. خب حالا که من اینجا دو تا قسمت دارم، میرم توی این قسمت داخلی شروع می‌کنم به نقاشی کردن. توصیه می‌کنم حتما زیر دستی داشته باشین. خب من اینجا خب کاغذم خالیه، عملا نقاشی نکشتم، ولی بازم زیر دستی میذارم چون دستم کثیف میشه، ممکنه که اینجا کثیف بشه. خب حالا زیر دستیمو میذارم، شروع میکنم اینجا الگو رو دروردم. ببینید اینجا چی میبینید؟ اینجا یه سری چینهای موجدار میبینید. خب من میام یه سری موجهایی با کمرنگ ترین مدادی که دارم ایجاد میکنم، مثلا مداد HB، مثلا مداد F. ببینید که چه مدادی دارین با چه درجه ای. خب اگر مدادتون HB با مداد HB شروع کنید. خب یعنی مثلا مداد HB این معمولی ترین مدادیه که توی خونه هممون پیدا میشه. پس میام یه سری موج هایی، اولین چیزی که میبینم یه سری موجه. حالا چرا از کمرنگ ترین مدادم استفاده میکنم؟ ببینید توی سیاه قلم خیلی مهمه که درجه های مختلفی از تیرگی رو داشته باشید، که حالا توی ویدئوهای بعدی انشاءالله بیشتر راجعش صحبت میکنیم. فقط بدونید که الان من دارم از کمرنگ ترین مدادم استفاده میکنم. خب اولش ممکنه که تشخیص ندید که مثلا این کدوم موج کدوم کجا قرار داره، اصلا مهم نیستش که دقیق باشه، اونی که میدونید میبینید رو اون رو بکشید. میبینید که اصلا به مدادم فشار نمیارم و خیلی آروم آروم دارم ایجاد میکنم. به همین ترتیب ادامه میدم و آروم آروم جزئیات رو بهش اضافه میکنم. الان فعلا دیگه جزئیات بیشتری نداره. خب حالا با یه قلموی نرم، میتونید از قلموی زبر هم استفاده کنید، ولی من الان از قلموی نرم هم استفاده میکنم چون که نمیخوام خط هامو از دست بدم. و با این قلموی نرم هم اومدم و اینجا رو کامل محو کردم، چون میبینید که اینجا ما تو این بخش اصلا تو این تیکه اصلا رنگ سفید نداریم و کمرنگ ترین رنگمون یک توسی کمرنگه، پس باید پس زمینمون توسی رنگ باشه، یه توسی رنگ خیلی کمرنگ. خب حالا با هم مداد HP شروع میکنم یه مقداری قسمت هایی که باید تیره تر بشن رو تیره میکنم. کجاها تیره تر شدن؟ جاهایی که فرو رفتگی دارن، مثل اینجا، مثل این گوشه ها که این مویرک ها فرو رفتگی دارن. ببینید این مرز ها رو من یک سایه کم رنگ میندازم. چرا؟ چون دقیقاً تو این قسمت‌های مرز هستن که فرورفتگی درشون وجود داره. ببینید من با استفاده از نرم افزار گوشی به شکل اسلایس درآوردم و دارم این تیکه رو نقاشی میکنم. الانم دارم روی این کار میکنم. خب حالا
من تا اینجا رو تقریبا اضافه کردم جزئیاتش رو. الان دوباره با یه مداد تیره تر، مثلا مداد 2B. خب میام و من هرچی دارم میکشم خب چشم داره دقیق تر میبینه. بعد بعضی قسمت ها رو بعد مثلا یه سری تغییراتی بدم، هیچ اشکالی نداره. میام پاک میکنم، چون میگم هر چقدر بیشتر پیش میرید چشتون دقیق تر میبینه. نکته مهم این قضیه همینه دیگه. حالا من چند بار این نکته رو تکرار میکنم، چون حین پروسه ممکنه اینو خیلی راحت یادتون بره که اصلا نگران نباشید. همون چیز رو که میدونید شروع کنید بکشیدن، همون مویرگی که میبینید رو شروع کنید بکشیدن. حالا من این عنبیه که انتخاب کردم دیگه خیلی عنبیه پیچیده ای بود، ولی انتخابش کردم برای اینکه بهتون ثابت کنم واقعا هیچ چیز سختی وجود نداره و همه رو میشه خیلی راحت کشید، به شرط اینکه حین نقاشی هی به خودتون یادآوری کنید که آقا من اون چیزی که میبینم و میکشم. بعد حین پروسه یواش یواش بقیه رو هم، یعنی اون دیتیلش رو آروم آروم میتونم ببینم، چشم میبینه و آروم 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 و آروم آروم جزئیات رو اضافه میکنم. الان دوباره با همین با یه مداد تیره تر، مثلا الان من دارم از مداد رنگی فابر کاستلم استفاده میکنم. این دیگه مرحله آخره و قسمت هایی که دیگه خیلی عمق دارن رو باهاش تیره میکنم، مثل اینجاها. یه نکته مهمی که باید حواستون باشه اینه که حتما وقتی که میان این قسمت ها رو یه تیرگی اضافه میکنید، خب با بغلش محو کنید. خب مثلا من اینجا نشون میدم، ببینید مثل این میان در واقع، مثلا من اینجا یه مویرگی دارم و این قسمت رو اومدم تیره کردم، خب همینجوری ولش نمی کنم، اینجوری مرز میفته و زشت میشه، پله میشه. خب توی یه اصطلاح نقاشیه، خب باید محوش کنم با کنار. ببینید به این شکل مدام محوش کردم. میتونید به صورت دورانی محو کنید، مثلا اینجا که کشیدین و به صورت دورانی از فشار دست زیاد به فشار دست صفر برسونید، یعنی فشار دستتون رو به صفر برسونید تا اینجا محو بشه کامل. خب دیدین الان با اطرافش کامل محو شد، ولی اینجا من اینجوری همینجوری ولش کردم. ببینید فرق این دوتا رو، این خب خیلی زیباتر و طبیعی تر شد، قشنگ اینجا حس میشه که یه حجمی اتفاق افتاده. اینجا هم همینطور، من دونه دونه اینا رو حواسم هست که در واقع پله نشه و هیچ مرزی بینشون نیفته و محو بشه. فعلا در حال حاضر میخوام این برای این قسمت دیگه کافیه، بیشتر نمیخوام روی این کار کنم. بریم قسمت پایینش، یعنی اینجا. اینجا هم دوباره همینطور، اینجا هم هیچ نکته جدیدی الان نمیخوام بگم بهتون، از همون چیزایی که گفتم میخوام استفاده کنم. میام از کم رنگ ترین درجه مدادم استفاده میکنم، مثل HB. الان پایین این چین رو من میخوام ریزکاریاشو اجرا کنم، ببینم دقیقا یه طرح کلی بزنم. ببین مثلا اینجا یه چین داریم، این چینش میتونه حالا یه کمی بالاش دوباره روش کار بشه، بعد اینجا به این شکله. چیزای کلی تر رو اول میکشم، مثل این سفیدی هایی که درشترن. خب این درشترها رو میکشم، اصلا هم نگران نباشین. و توصیه میکنم برای اگر بار اولتونه دارین عنبیه میکشین، خب با این شروع نکنید،
از عنبی راحت‌تر شروع کنید که توی پیج گذاشتم. اول اونا رو بکشین، بعد که راحت تر شدین برین سراغ الگوهای پیچیده تر. پس چیزهای کلی تر رو من الان، چیزهایی که بیشتر به چشمم میاد رو میکشم. ممکنه الان مثلا ببینید، من اینجا اینو میبینم، این قسمت رو دیدم، اینجا رو دیدم. خب این قسمت هایی که سفید هستن رو ایجاد میکنم و مدام چشمم به الگوه، برای اینکه هر چی که میبینم رو سریع اجرا کنم. حالا که چیزای کلی تر رو کشیدم، میام میبینم که تو این جزئیات چه اتفاقی افتاده. مثلا پایین اینجا میبینیم که یه سری چین داره. خب این چینا رو میام اضافه میکنم. بعد که اضافه کردم، میام با یه مدادی که درجهش بیشتره، مثل 2B، بعدش میام با یه مداد درجه بالاتر مثل 8B، قسمتی که باید تیره تر شه رو تیره میکنم و بعدم با مداد رنگی. حالا من از این چهار تا مداد در حال حاضر استفاده کردم. ممکنه شما 5B و 2B و چه میدونم 7B داشته باشین. خب ممکنه که 3 درجه مختلف دیگه داشته باشین، ولی داشته باشین، چند درجه مختلف داشته باشین که بتونین بهتر ریزکاری ها رو راحت تر اجرا کنید. الان دوباره تو این قسمت میبینید، تو این قسمت. خب میام و چیزی که میبینم و میکشم. اینجا چیز خاصی واقعا نداره. خب در همین حده. خب پس در همین حدم فعلا میذارمش، بعد اگر لازم شد دوباره برمیگردم روش کار میکنم. اینجا مثلا نورهایی که افتاده رو ایجاد میکنم. خب بقیه این چش رو هم به همین شکل ادامه میدم. مثلا الان دوباره میام این بالا، میبین نگاه میکنم که چی میبینم. ببینید این بین این دوتا چین رو نگاه کنید، بین این دوتا چی میبینید؟ اینجا اینجا الان میگین هیچ. اینجا مثلا یه همچین سایه خورده، بعد این قسمتش تیره تره، بعد دوباره اینجا یه کمی تیره تره. خب و به همین شکل در همین حد رهاش میکنم، دوباره میرم تو قسمت بعدی. خب الان به همین شکل پیش میرم، بعد دوباره برمیگردم. ببینید تا اینجاشو من کشیدم. ببینید حالا دیگه از اینجا به بعد، یعنی من الان یه جورای کلیاتش رو دوباره کشیدم. خب حالا دوباره رو همینا بیام دیتیل بیشتری ایجاد کنم، یعنی مثلا مورک‌های بیشتری اضافه کنم، خط‌های بیشتری اضافه کنم و محو کنم. خب قاعدتاً هی این ریزکاریش بیشتر میشه و قشنگ‌تر هم به طبعش میشه. ولی خب اینا مرحله به مرحله است دیگه، برای چقدر شما بیشتر وقت بذارید بیشتر نتیجه بالتری میگیرید. ببینید من هی دارم آروم آروم جزئیاتی که میبینم رو اضافه میکنم. بعض وقتا سایه های دورانی، به همون شکلی که تو اینجا تو این قسمت گفتم، به شکل دورانی سایه ایجاد میکنم که این خط هایی که دارم اضافه میکنم، این فرورفتگی ها و برآمدگی هایی که دارم اضافه میکنم غیر طبیعی نباشه. و البته که این عکسی که گذاشتم عکسش خیلی با کیفیت نیست و خیلی نمیتونم به اون عکس استناد کنم. خب حالا با یه خودکار سفید میتونم قسمت هایی که خیلی سفید هستن رو سفید کنم.
به همین صورت ادامه کار رو پیش میرم و باقی چشم رو هم با همین الگو اجرا میکنم. چون رنگ کاغذمی حالت کرم توره، به خاطر همین قسمتایی که میخوام خیلی سفید بشه رو از پاسل گچی استفاده کردم. فقط حواستون باشه که قسمتایی که خیلی از مداد گرافیتی استفاده کردید پاسل گچی روش نمیشینه، پس قبلش پاکش کنید تا بتونید از پاسل گچی روش استفاده کنید. دیگه واقعا نکته خاصی نیست و ادامه چشم هم با همین روند نقاشی میکنم. قسمت مردمه که چشم رو با گواش مشکی میکنم، چون کارمو خیلی راحت تر میکنه. ولی اگر شما نمیخواین یا ندارین، میتونین از همون زغال و مداد کنته یا هر مداد خیلی مشکی دیگه که دارید استفاده کنید. بعدش کامل مشکی کردم، دورش رو با یک مداد خیلی مشکی مثل مداد زغالی به این شکلی که میبینید بهش بافت میدم تا یه حالت طبیعی به خودش بگیره و مصنوعی نشه. خب اینم از چشم ما. امیدوارم براتون مفید بوده باشه. در پناه الله شاد باشید.